سلامی فرحبخش و عطرآگین حضور شما زنده دلان و همراهان مشاهیر پارسی. سپاس از اینکه با ما همراه هستید. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. سعدی خداوند سخن انبوهی از حکایات روزگارش را به طور خاص و پرمحتوا با آرایش کلماتش تدبیرانه در آثارش خلق کرد. او اصول و چهارچوب ذهن آدمی را در تجربیاتش لمس کرد و بنیان و خاصیت وجود انسان را به قلم کشید و شاید همین سبب شده که با گذر زمان هنوز بویی تازه می دهد و نصایحش کاربرد دارد. کتاب گلستان سعدی سرمایه فرهنگی ما ایرانیان به شمار می رود که به نثر روان با شعر همراه گشته. اثر جاودانه گلستان با یک دیباچه شروع شده و شامل 8 باب از مجموعه داستان‌های بی‌نظیر سرشار از نکات اجتماعی و حقایق جامعه می باشد که با بیانی ساده و شیوا به قلم کشیده شده. سعدی دیباچه را در وصف خداوند عارفانه بر برگ می نشاند. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. باب اول در سیرت پادشاهان می باشد که شامل 41 حکایت زیباست. درویشی مجرد به گوشه‌ای نشسته بود. پادشاهی بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که صدفت سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدان که ملوک از بحر پاس رعیتند، نه رعیت از بحر طاعت ملوک، گرچه رامش به فر دولت اوست. باب دوم در اخلاق درویشان روایاتی حکیمانه دارد. کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم اندران کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتند. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعد، نرود میخ آهنین در سنگ. همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سل از تو به زاری طلب کرد چیزی، بده وگرنه ستمگر به زور بستاند. باب سوم در فضیلت قناعت شامل 28 حکایت شیرین است. دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی و آزرم جویی. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام. به ترزانم که خواهی گفتنانی، که دانم ای به من چون من ندانی. در باب چهارم فواید خاموشی را در 14 حکایت به قلم می کشد. جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی همی کرد. گفت اگر این نادان نبودی، کار وی با نادانان بدینجا نرسیدی. باب پنجم در 20 حکایت از عشق و جوانی سخن دارد.
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوست صحبتی داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد، پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغم آمد که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم که کسی سیر نخواهد بودن. باب ششم از ضعف و پیری نه حکایت دارد. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دلازرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی. چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن. گر از عهد خردیت یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیرزن. هفتمین باب در تأثیر تربیت همراه با 19 حکایت دلنواز است. یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمی زاد به روزی است، اگر به روزی ده بود به مقام از ملائکه در گذشتی. فراموشت نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفه‌ای مدفون و مدهوش، روانت داد و طبع و عقل و ادراک، جمال و نطق و رأی و فکرت و هوش. ده انگشتت مرتب کرد بر کف، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. کنون پندار که ناچیز همت، که خواهد کردنت روزی فراموش. در آخرین و هشتمین باب از آداب سخن میگوید. سخن میان دو دشمن چنان گوی که اگر دوست گردند شرم زده نشوی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. میان دو تن آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. رایحه بوستان و گلستان سعدی از مرزهای ایران زمین فراتر رفت و در سال 1634 قسمت‌هایی از گلستان توسط آندره دوریه ترجمه شد و تاکنون 9 مرتبه به طور کامل به زبان فرانسه ترجمه گشت. در سال 1888 در انگلستان توسط سر ریچارد فرانسیس برتون از فارسی به انگلیسی ترجمه گشت. فردریش روگرت در سال 1847 میلادی به صورت منظم گلستان را به زبان آلمانی ترجمه کرد. همچنین به زبانهای روس و عربی نیز ترجمه و منتشر شده. سعدی پادشاه سخن ایران زمین شهره جهانی خود را همراه با آثار جاودان و بی‌نظیرش همچون گوهر گرانبها به پارسیان اهدا کرد. اول اردیبهشت سال 1381 خورشیدی روز سعدی نامگذاری شد و این مناسبت در اجلاس شاعران جهان که در شیراز اجرا می‌شد توسط نهادهای فرهنگی داخل و خارج کشور به عنوان بهانه‌ای برای بزرگداشت سعدی انتخاب شد. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. سعدی شیرازی اسطوره فرهنگ و ادب پارسی نام و یادی نیک در گیتی به ثبت رساند. او که عمر خود را صرف اندوختن علم و اندیشه کرد، جاودانگی را خالصانه در آثارش برای جهانیان به یادگار گذاشت. استاد سخن این عالم خاکی و فانی را در خانقاهی که در آن زندگی می‌کرد ترک کرد. آرامگاه سعدی همان خانقاهی است که در آن به سر می‌برد و در آن دفن شد. زمان فوت وی حدود 670 و یا 671 خورشیدی و 1210 میلادی می باشد. در قرن هفتم مقبره‌ای برای ساخته شد که در سال 998 هجری قمری به دست حکران فارس تخریب گشت، ولی در سال 1187 کریم خان زند بنایی شاهانه برای سعدی برافراشت.
و همکنون آرامگاه این بزرگوار با ابتکاری زیبا از معماری قدیم و جدید ترمیم و مزین گشته. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. تگران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی تگران آدمیت. نه بیان فصل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. در گذرگاه زندگی عمری مملو از سلامتی، خیر و برکت و سرشار از موهبات الهی برای شما عزیزان آرزومندم. تا درودی دیگر، بدرود.